سلام خدمت استاد عزیز بهروز وجدانی و بینندگان مدیا وی آر تی وی که بیننده این برنامه پژوهشی هستند. از سلسله مستندهایی که در مورد شخص شما توی شبکه مدیا وی آر تی وی به عنوان یک رسانه مولتی مدیای 360 درجه در ایران در حال ضبط است. ما توی برنامه‌مون قصد داریم که سلسله مستنداتی از شما تهیه کنیم که بیشترین نقش رو در تاریخ معاصر موسیقی ما در پرونده‌های میراث معنوی ناملموس دارید. خیلی دوست دارم که بینندگان ما بدونن میراث معنوی ناملموس چی هست و به چه عنوانی خطاب میشه در دنیا و چرا انقدر مهم شده. این خیلی سوال مهمیه که دوست دارم شما شروع کنید. خیر، امیدوارم منم بتونم پاسخ در حد میراث بدم. از حضور شما، اصلا میراث فرهنگی، اصلا هویت ما همون میراث فرهنگیه. وقتی ما صحبت میکنیم هویت فرهنگی، چه هویت قومی چه هویت ملی، همه اینا یعنی اون چیزی که به ما رسیده، اون چیزی به ما رسیده میراث ماست. میراث ما فقط مادیات نیست که به ما رسیده، ما معنویات هم رسیده جز میراث. درست. ولی در ادبیات جهانی کسی که اولین جایی که صحبت از میراث فرهنگی میکنه یونسکو هست. درست. که کشور ما هم مثل بقیه کشورهای عضو سازمان ملل عضو یونسکو هست. در ادبیات یونسکو از همون روز 1945 که تأسیس شد هر تا 2003 تقریبا بیشتر صحبت هست بر میراث فرهنگی ملموس. یعنی مادی بلد. یعنی اون چیزی که قابل لمس هست که مثل میشه آثار و بناها و اماکن و اشیاء فرهنگی تاریخی، اینا میراث فرهنگی ملموس هستن. بیشتر در جهان دغدغه حفاظت از این بخش بوده و پرداختن به پدیده به نام میراث فرهنگی غیر مادی یا ناملموس در ادبیات خود یونسکو هم یه چیز جدیدتر هست و متأخر هست. و البته در کشور خود ما به هر دو قسمت پرداخته شده در طول تاریخ، یعنی هم آثار مادی ما مورد احترام بودن و مورد حفاظت بودن و پاسداری بودن، هم معنوی. حالا معنوی رو زیاد من دوست ندارم به کار ببرم چون که باید داستان دیگه هست، ولی بهتره بگیم ملموس و ناملموس، مادی و غیر مادی، این شفافتر هست. ادبیات یونسکو بیشتر عمدتاً از با کنوانسیون سال 2003 که معروف است به پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس. درسته. این ادبیات میراث فرهنگی ناملموس در جهان اشاعه پیدا کرده. البته قبل از این هم در کنوانسیون در توصیه نامه میشه گفت، در توصیه نامه 1989 یونسکو و سپس در برنامه 1996 یونسکو و سپس در برنامه 1998 یونسکو، اینها هم صحبت از میراث فرهنگی ناملموس شده ولی در قالب فولکلور و فرهنگ سنتی و میراث معنوی. ولی اون چیزی که الان بیشتر صحبت ما هست که صحبت ثبت آثار میراث فرهنگی ناملموس هست با تأسیس کنوانسیون 2003 یونسکو هست. این کنوانسیون 40 ماده داره. در ماده 16 و 17 این کنوانسیون صحبت هست که اگر کشورهایی هستن که طبق ضوابط یونسکو که تعریف شده و طبق تعریفی که در بند 2 این کنوانسیون شده میتونن آثار میراث فرهنگی ناملموسشون رو به ثبت میراث جهانی برسونن و پس از ثبت شدن دیگه مال اون کشور فقط نیست، این میراث جهانی هست که تمام دنیا میتونن در حفاظت اون اهتمام ببرزن. ماده 16 مربوط میشه به اون چیزایی که ما تا حالا ثبت کردیم، همش مال ماده 16 است. ماده 17 بیشتر در خطر هست، یعنی چیزایی که نیازمند حفاظت فوریتر و اورژانس هست. بعد در این سالایی که گذشته
ما تا کنون 13 تا پرونده رو در ایران به ثبت میراث جهانی رساندیم در ذیل همین کنوانسیون 2003 که دقیقاً از سال 2009 شروع شده با دو پرونده و بعد ادامه پیدا کرده تا الان که در خدمت شما هستم که الان پرونده فنون مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار این گزینه 2019 جمهوری اسلامی ایران است که در مرحله ارزیابی به سر می‌بره و چند ماه دیگه در صورت اینکه این مرحله تموم بشه و قبول یا رد بشه در آذر ماه سال آینده در کشور کولومبیا در حضور مسئولین یونسکو سراسر جهان به گوش دنیا خواهد رسید. و اما بد نیست که در این جلسه اول ما بپردازیم که اصلا میراث فرهنگی ناملموس یعنی چی؟ میراث فرهنگی ناملموس اون چیزی که در ماده دو این کنوانسیون آمده ملاک عمل هست برای تمام دنیا، یعنی این تقسیم بندی. در این تقسیم بندی میراث فرهنگی ناملموس به چند گروه یا دسته تقسیم شده. گروه اول میراث شفاهی هست. بله. یعنی اون چیزهایی که از طریق زبان از نسلی به نسلی انتقال پیدا میکنه که اون شاخص‌ترینش هست مثلا لالایی ها، ترانه های عامیانه، ضرب المثل ها، چیرسان ها، قصه ها، داستان ها، حکایت ها و غیره. در گروه دوم هنرهای اجرایی هستن، یعنی اونهایی که از طریق توی یه صحنه، توی یه مکانی اون به صورت اجرا در میان، که مثل فرض کنه تزیخانه ما، مثل پردخانی، نقالی. بله، نقالی. اینا هم که ثبت شده از ایران ثبت شده، اینا بیشتر در ذیل همین گروه قرار میگیره. و اما گروه سوم آیین ها هستن، جشن ها هستن، اعتقادات هستن، باورها هستن و اینا بیشتر در این حوزه نمود پیدا میکنن. در گروه چهارم دانش سنتی هست که مربوط میشه به زمین و آسمان. آسمان که مثلا دانش کندن قنات که اون هم ثبت شده از ایران و تقویم های محلی کشاورزی، یعنی اینا از نجوم دانش سنتی مربوط نجوم و کهکشان ها و همسان. این هم بخشی از همین میراث معنوی نامند. بله، گروه چهارم میشه. و اما گروه پنجم اون فنون و مهارت های هست که در صنایع دستی وجود داره، نه خود صنعت دستی. یعنی مثلا اگه صحبت کنیم ما خود فرش رو به ثبت نره، در اینجا به ثبت نمیرسه، ولی فنون و مهارت ها و دانش سنتی که در بافت فرش متوجه وجود داره، چه این دانش باشه مربوط به چیدن مثلا پشم یا مثلا چجوری رنگ کردن این پشم و ابریشم و نخ و این چیزا. درست. و دانشی هست که در بافت هست، در تمام مراحل مختلف هست که ما خودمون توی 13 تا پرونده دو تا پرونده مربوط به فرش میشه، ولی در واقع خود فرش نیست، مهارت ها و دانش سنتی هست که در بافت فرش نمونه شهریش بوده که مربوط به کاشان میشه و نمونه ایلی عشایریش میشه که مربوط به عشایر فارس ایران میشه. و اگر همینجوری یک گذری داشته باشیم بعد نیست که بفهمیم، یعنی این 13 تا رو من نام ببرم، یعنی تقریبا برای کسایی که برنامه رو نگاه میکنن روشن میشه که این پنج حوزه عملا ما در هر پنج حوزه ما پرونده فرستادیم و ثبت شده. حتی یه توضیح دیگه هم باید بدم که این پرونده هایی که ثبت شده چه از ایران چه جهان، در یک سوال هست که این پرونده در کدام گروه از اینها مورد نظر شما هست که بیشتر قرار میگیره. و معمولا میراث فرهنگی ناملموس یه جوری هست که در بیش از یک گروه جا میگیره. مثلا خود همین موسیقی هم در بخش کلامیش مربوط میشه به ادبیات شفاهی. شفاهی، بله. و در بخش اجراش میشه با حوزه اجرا، آینه اجرایی. و اعتقادات و باورها هم تو اینا هستن. در بخش سازسازی باید مربوط میشه به دانش سنتی هم نقش ایفا میکنن. و خیلی اعتقاد هم. یعنی اینجوری نیست که ما یک نمونه که ارائه کنیم به یونسکو فقط مربوط میشه به یکی از این حوزه. متوجه. بعد این 13 تا در سال 2009 دو تا پرونده ایران بوده، یکی ردیف های موسیقی
ایرانی که پرونده ملی ما بوده، یکی این مراسم مجموع مراسم نوروز که با 7 پرونده 7 کشور شروع شد با مدیریت ایران و الان در حال حاضر 12 تا کشور هستن که پیوستن الان 12 کشور شدن که معروف میشه به حوزه فرهنگی نوروز. در 2002 5 تا پرونده ثبت شده، یکیش موسیقی بخشی های خراسان بوده، یکی تزیخانی بوده، یکی ورزش زورخانه بوده، ورزش پهلوانی زورخانه، دو تا فرش بوده که گفتن یکی فرش عشایری فارس بوده، یکم فرش بافت شهری کاشان بوده و سپس هم در دوره‌های بعد نقالی و مهارت‌های سنتی ساختن لنج در خلیج فارس بوده که بیشتر اون کلمه خلیج فارس این نقش پررنگ شما توی این پرونده بود. من خاطرم خلیج فارسش مهم بود که بیشتر من تایید من این بود که کلمه خلیج فارس باید باشه چون در اون شرایط بیشتر بر خلیج و خلیج عربی تاکید جهانی هم بود با لابیایی که کشورهای خلیج فارس انجام داده و بیشتر مورد نظر ما این بود که ما بگوییم که اصلا خلیج فارس اصلا در طی تاریخ اسمش شده خلیج فارس. حالا در همین خلیج فارس یه دانش سنتی لنج سازیش هم هست که همین الان در قشم و کیش و انجام میشه و انجام میشه و در بوشهر انجام میشه و سپس پرونده بعدی بوده قاری شجان مشهد اردحال فارس بوده کاشان بوده و سپس پرونده چند ملیتی بوده که معروضش به پختن نانهای نازک یا لواش که ایران و قرقیزستان و قزاقستان و جمهوری آذربایجان و ترکیه بودن. و سپس بعد پرونده چوگان بوده، پرونده ملی ما بوده و سپس پرونده همزمان با این پرونده کمانچن بوده درسته که معروضش به ایران و جمهوری آذربایجان که اونا مثل بقیه پرونده های موسیقی من بالاخره نقشه هایی داشتم. و الان که دارم با شما صحبت میکنم پرونده چهارمی اگر خدا بخواد و ثبت بشه، ما که البته سعی مون کردیم تا اون ضوابط یونسکو رو رعایت کنیم که این پرونده به ثبت میراث جهانی برسه و اگه این بشه میشه 14 تا پرونده که البته در مقایسه با کشورهای منطقه یه رکورده. بله تو خود آسیا غیر از چین و هند تقریبا ایران جزو کشورهای رکورددار هست در ثبت آثار میراث فرهنگی نامرئی.